سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. نیمار به توپ طلا. این رویایی است که هفته هر سال نیمار این بازیکن را از رسیدن به آن دورتر و دورتر کرده است. کریستیانو رونالدو به اظهارات اخیر سردبیر نشریه فرانس فوتبال واکنش نشان داد. درخشش یک ستاره تکنیکی در لیگ برازیل با پیرهن سانتوس خبر خوشحال کننده برای اهالی فوتبال این کشور بود. آنها امید زیاد به شماره 10 جدیدشان داشتند، کسی که در سال 2011 با یک گل شگفت‌انگیز به فلامینگو جایزه پوشکاش را گرفت تا فوتبال دنیا بیش از پیش به او توجه کند. حضور در جام باشگاه‌های جهان و سپس پیوستن به بارسا اوج کار نیمار بود. همزمان در تیم ملی هم شماره‌ای پرخاطره به او سپرده شده بود. بعد از رونالدو، ریوالدو، رونالدینیو و کاکا برازیلی‌ها آماده شده بودند تا توپ طلا را در دستان نیمار هم ببینند. او در سال 2013 در رتبه بندی نهایی توپ طلا پنجم شد و بعد از نمایش ضعیفش در جام جهانی 2014 شاهد افت رتبهش در جایگاه هفتم بودیم. اوج کار نیمار در سال 2015 بود، جایی که کنار دیگر ستاره های بارسا اوج آمادگیش را داشت و به عنوان سه کاندیدای نهایی توپ طلا معرفی شد. سومی سال 2015 که در سال 2017 هم تکرار شد، بهترین رتبه های نیمار در توپ طلا بود و این جایگاه رفته رفته به شدت نزول کرد و سال 2018 و زمانی که ستاره برازیلی در پاریس سن ژرمن توپ میزد، در رتبه 12 رتبه بندی نهایی توپ طلا قرار گرفت و نامید کننده بود. بعد از وقفه یک ساله در برگزاری مراسم فرانس فوتبال در سال 2021 رتبه نیمار یک بار دیگر نزول پیدا کرده و این بازیکن تا جایگاه 16 رتبه بندی سقوط کرد تا این گونه رویای توپ طلا برایش کم کم به سراب تبدیل شود. این رویای از گفت هر سال نیمار این بازیکن را از رسیدن به آن دورتر و دورتر کرده است. دقایق دیگر به طور رسمی برنده توپ طلا در سال 2021 انتخاب خواهد شد و بر اساس ادعای رسانه‌های مختلف میسی برای هفتمین بار این جایزه را از آن خود خواهد کرد. موضوعی که باعث می‌شود فرق ستاره آرژانتینی از رقیب خود یعنی کریستیانو رونالدو دو توپ طلا پیش بیفتد. اما پاسکال فری سردبیر نشریه معتبر فرانس فوتبال که همین جایزه توپ طلا را اهدا میکند اخیرا مدعی شده بود که آرزوی کریستیانو رونالدو این است که توپ طلاهای بیشتر از میسی داشته باشد و پس از آن از فوتبال خداحافظی کند، موضوعی که حالا در فاصله چند دقیقه مانده به آغاز مراسم با واکنش تند کریستیانو رونالدو همراه شده است. رونالدو با انتشار پست بلند بالایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: افتضاح امروز دلیل اظهارات پاسکال فری در هفته گذشته را توضیح میدهد که گفت من به او اطمینان دادم که تنها جاه‌طلبی ام پایان دادن به فوتبالم با توپ طلای بیشتر از میسی است. پاسکال فری دروغ گفت. از نام من برای تبلیغ خود و تبلیغ نشریه‌ای که برای آن کار میکند استفاده کرد. غیر قابل قبول است که مسئول اعطای چنین جایزه معتبر به این شکل دروغ بگوید، به احترامی کامل به کسی که همیشه به فرانس فوتبال و توپ طلا احترام گذاشته است. و امروز دوباره دروغ گفت و غیبت من از گالا را با یک قرنطینه ادعایی که دلیل برای آن ندارد توجیه کرد. من همیشه به هر کسی که برنده میشود تبریک میگویم. با اخلاق ورزشی و بازی جوانمردانه که از ابتدا به حرفه من شکل داد و این کار انجام میدهم، زیرا هرگز با کسی مخالف نیستم. من همیشه برای خودم و باشگاه هایی که نمایندهشان هستم برنده میشوم. برای خودم و کسانی که برای من آرزوی خوبی دارند برنده میشوم. من در مقابل کسی پیروز نمیشوم و بزرگترین آرزوی دوران حرفه‌ای من کسب عناوین ملی و بین المللی برای تیم هایی که نماینده آنها هستم و برای تیم ملی کشورم است. بزرگترین آرزوی دوران حرفه‌ای من این است که الگوی خوب برای همه کسانی باشم که میخواهند فوتبالیست حرفه‌ای باشند. بزرگترین آرزوی حرفه‌ای من این است که نامم با حروف طلایی در تاریخ فوتبال جهان نوشته شود. من با این جمله تمام میکنم که تمرکز من روی بازی بعدی منچستر یونایتد و همه چیزهایی است که با هم تیمی های ما هوادارانمان هنوز میتوانیم این فصل را فصل کنیم. بقیه فقط بقیه هستند. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.